دیگر و درودی برتر، درودی دیگر در آستانه سال نو ترسایی یا میلادی، روز 24 دسامبر 2015 هستیم، برابر با 3 دی ماه 3753 از آیین زرتشتی، 2724 مادی ایرانی، 2574 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1394 هجری جابجایی محمد بن عبدالله از مکه به یثرب یا مدینه و 1384 یزدگردی. امیدوارم در هر کجای جهان که هستید شاد و تندرست باشید و روزگاران شادی رو با همه اندوهی که داریم برای میهنمون بگذارید. بارها شنیدید که در تاریخ سیستان آمده است که هنگامی که مغولان از کشت پشت ساخته بودن، پیر مرد نابینای چنگ نوازی در شهر میگشت و می نواخت که اندکی شادی باید که گاه نوروز است. این روز هم روز نویست برای باورمندان مسیح، باورمندان به این سال شمار، و ما هم که مردمانی هستیم که باور داریم به شادخاری، شادی رو برای همه مردم جهان میخواییم و اونها رو به شادی فرا میخونیم و امیدواریم همواره شاد باشن. برنامه امروز رو نگاهی میندازیم، میپردازیم در برنامه امروز به این چند سالی که گذشته و سالی که گذشته چه بوده. در گفتگوهای پیش از این یادآور شدیم که، و بسیاری دیگه یادآور شدم، اما من ویژتاً روی این یادآور شدم که ما در زمینه‌های اقتصادی یا به قول پسر من افتضاد، چون اقتصادی که این رژیم داره افتضاده میگفته ایشون، اقتصادی و زیست بومی ما بازنده بودیم و زمان فراوانی میخواد که اینو جایگزین کنیم و جبران کنیم. در زمینه خوشخویی مردم که به بدخویی گراییده و ترسخویی گراییده و بداخلاقی گراییده، بسیار آسیب دیدیم و زمان زیادی میبره که درست کنیم این رو. با این روی ما یه پیروزی بزرگ داشتیم. بزرگترین پیروزی ما پیروزی فرهنگی بوده. آنچه که اینها گمان میکنن درش برد داشتن و این گونه نبوده. اینها همواره بازنده بودن در برابر این پیروزی فرهنگی ما. شما نگاه کنید، یه زمانی ما نوروز رو به جشن میشستیم، هر از گاهی مهرگان رو در یه جاهایی بسته ای یا سخنی ازش میومد. در رادیوی تلویزیونی سخنی همه جا گسترده نبود. صده رو تا اندازه سوری رو میگرفتیم، شب چله رو میگرفتیم. امروزه نه اینکه مهرگان رو میگیریم، نه اینکه صده رو میگیریم، نه اینکه چله رو گسترده تر میگیریم، نه اینکه سوری رو گسترده تر میگیریم، که یه چالش بزرگ در سوری که فروردگان، اردیبهشتگان، خردادگان، تیرگان، امردادگان، شهریورگان همه جشن ها رو مردم میگیرن و جشن نیلوفرگان و بسیاری جشن های دیگر رو که میرفت فراموش بشه. چرا؟ چون این فرهنگ به خودش میاد، بازپروری میکنه از خودش، توانایی رو داره که خودش رو بازپروری کنه. چرا؟ چون برپایی خرده. دیدم که گفتگو میکنند از یورش فرهنگی. ببخشید، کدام فرهنگ؟ یورش به کدام فرهنگ؟ من یه پرسش یه دیگه برام به نام یه پژوهشگر، آیا یورش به فرهنگ ایرانی؟ فرهنگ ایرانی نمیگم یورش پذیر نیست، با این روی بسیار دشواره به یورش بیاره. شما نگاه کنید، یک ایدئولوژی 1400 ساله داره کوشش میکنه از هر راهی که شده، از راه احساس، از راه نیاز، از راه ترس، در این فرهنگ جای پای وا کنه. نکرد. آیین‌های افسوده، آیین سینه زنی، اینا ور میفته. ببینید، همه داد و بیداد این آقایون روزخون ها بسیارشون اینه که رضا شاه اومد فلان کرد، محمد رضا شاه فلان کرد، اسلام رو از میان برداشت. اینها آدم های مسلمانی هم بودن. محمد رضا شاه پهلوی بسیار مسلمان هم بود. این شاه ایران ساز. با این روی شما بنیاد ایدئولوژیکتون راستشو بخواید
چون فرهنگی نیست، چون بخشی از فرهنگی که من در دنبالی سخن بهش میپردازم، کار به جایی نمیبره. ببینید، اگر که بگید یورش به اندیشه ها، آموخته ها و آموزش های شما آوردن، یورش نیوردن. این برخورده، روزگار داره میره. شما سوار یک استرید یا یک خرید، اولاغ یعنی پسچی، روی خر میشسته میرفته پس میرسونه. اینی که گمان نکنید خر از اولاغ خرتره یا اولاغ از خر خرتره، نه. شما سوار یه استر هستید، یا اسب، نه استر یا خر هستید، دارید میرید. خب کسی با دوچرخه، کسی با موتور، کسی با خودرو، کسی با کشتی، کسی با هواپیما، بسته به اینکه شما از کجا میرید. از کنار رودخونه هستید، کنار دریا هستید، یا هواپیما از بالای سرتون رد میشه. شتاب امروز و شتاب خرد ورزی با شتاب خردگرایی و با خرافگرایی بسیار بسیار دیگرگونه، توفیر داره. شما هنوز سر اندیشه هایی هستید که فلان کسک در فلان جا از فلان چاه فلان کارو کرد. دوستان، نمیدونم بگم دوستان یا نه، ببینید، شما میدونید یه چاه درست کردید که میگید این چاه اله میکنه و بله میکنه. شما میدونید که دارید خودتون میدید تا اون چاه، هی دارید اینو میچینید. گمان نکنید که مردم دارن هی میان از ترسشون یا گل خوردنشون نامه میندازن به اون چاه یا هر چیز دیگه. میدونید خودتون ته اون چایید؟ ببینید، هر آنچه که بافتید و تافتید پنبه شده، هر چه ریسیدید پنبه شده. شما سخن از فرهنگ به میان میارید، من با پوزش باید بگم بسیاری از شماها نمیدونید فرهنگ چیه. شما آیین و روش و دین و اینو با فرهنگ یکی دونستید. اینجوری بهتون بگم، بینندگان گرامی و بیشتر دیدگاه هم اینایی که میان تو رادیو تلویزیون ها گفتگو میکنن و میفرستن دوستان و میخوان که در این باره ما گفتگو کنیم. فرهنگ مانند یک سرای بزرگه، چه چندین و چند که چندین و چند پنجره داره. یکی از این پنجره ها پنجره آیین یا باور یا اون که شما میگید دین، چون دینی که از دید ماست، از دعناست، درون روشن، اون چیزی وجدان میگید میاد، یه چیز دیگه است. اون بر بکن و نکن داره، این بر نه خیرت ورزی داره. خب این پنجره های گوناگون، یکیش اون آیین یا دینه که شما میگید. حالا شما اومدید یه ایدئولوژی رو گفتید، یه دین رو وردید، میگید از این پنجره همه این سرا رو رها کنن، این سرای بزرگ بیان از پنجره شما نگاه کنن. خب دوستان گرامی، شما میدونید با چه فرهنگی روبرو هستید؟ با یه فرهنگ شادخوار، خردورز، راستی نیکیست، خرسندیست. خرسندی برای آن کسی که راستی را برای بهترین راستی میخواهد. خرسندی برای کسی که راستی را برای بهترین راستی میخواهد. دروغ در اینجا جا نداره. اینجا اندیشه و گفتار و کردار نیک هست تو این فرهنگ. این فرهنگ آموزه های زرتشت، کوروش، داریوش رو داره گسترش. در اندوختش سخنان خیام رو داره، سعدی رو داره. نمیشه باش رو در رو شد. کشوری که با بدبیارانه و خوشبیارانه به گذشتش که نگاه داریم میکنیم، انگار آرزوی آیندهمونو داریم به نمایش میگذاریم. نگاه کنید به این کار، نگاه کنید به این کاری که میاد، ببینید که هر کاری دارید میکنید دوباره بازگشت میخوره، پژواکش برمیگرده به شادی ایرانی ها. Thank you.
چندین هزار زن، چندین هزار مرد، چندین هزار زن، چندین هزار مرد. زنها لچک به سر، مردان عبا به دوش. زنها لچک به سر، مردان عبا به دوش. یک گنبد طلا با لکلکان پیر، یک باغ بی صفا با چند تک درخت. از خنده ها تهی و از گفته ها خموش. یک حوز نیمه پر با آب سبز رنگ، چندین کلاغ پیر بر توده های سنگ. انبوه سائلان در هر قدم برا، امامه ها سفید، رخسارها سیاه. قم این کار ارزنده از نادر نادرپور درباره قم و حوزه علمیه و امام سپیدانی که در کنار یه آب سبز رنگ گندیده ایستادند و انبوه سائلان در هر قدم به راه است. چندین کلاغ پیر بر توده های سنگ. این کلاغ های پیر از همون مسجد هایی هم که مسجد باشه، و خب حالا نمیخوایم بریم تو پیشینی اونها، با همون کف زدن فرزندان ایران و آواهای ایران پراکنده میشن. این سرزمین سرزمین شادخاریه، سرزمین خردی، نمیشه با خرافه چرخوندش. باور کنید، آب در هاون میکوبید. گفتم که این سرزمین رو هنگامی که نگاه میکنین انگار که آرزوهای آینده رو داریم در گذشته میگیریم، یعنی انگار آینده در گذشته است. یادتون میاد توی درس ادبمون که میخوندیم دستور زبان، میگفتیم آینده در گذشته. این آینده در گذشته به آنجایی خواهد رسید که ما ببینیم این روزی که امروز توش هست بشه، داره این هستیم، بشه گذشته در گذشته، در خواهد گذشت. اما گذشته خوشبینی، خوشپیشینه و برپای باورهای نیک هیچگاه در نمی گذرد. همواره ماندگار هست و روزگار رو برای ما شادمان خواهد کرد. شکوفایی آینده رو میبینیم. میدونید کدوم روزگار رو میگم؟ اون روزگاری که امروز دیگه در رسانه ها داره به دید مردم میرسه. مردم همه دارن آن چیزی رو که شما وارو میگید میبینن، تاریخی رو که شما بر میگردونی میبینن. نگاه کنیم ببینیم این فیلم از گذشته است و رفتار مردم، کردار مردم و شادمانی مردم. نگاه کنیم ببینیم. گر تماشا ندارم، گردن خجل گل در رویت جان، این جای هاشا ندارم. لبهاشو بر خنده می گشای، رویی که خندت سپیده، چشم فلک هم تو چشمت ایمه، ستاره ای را ندیده.
گل پیش روی گل من دیگر تماشا ندارد، گردد تج گل به رویت جان این جای حاشا ندارد. در سایه گیسوی تو شام بی سحر میبینم، قد آرزو در دل من کشتی و پروا نکردی، بودی طبیب دلم ما این دل مداوا نکردی. گل پیش روی تو گل من دیگر تماشا ندارد، گردد خجل گل به رویت جان این جای هاشا ندارد. تماشا ندارد، گردد خجل گل به رویت جان این جای هاشا ندارد. گل پیش روی تو ای گل من دیگر تماشا ندارد، گردد خجل گل به رویت جان این جای هاشا ندارد. شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. شکوفه های بیقرار روز آفتابی، به سبا بوسه دهن با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلد پا دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دل داده بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمنها. پروانه در بزم طرب آمد تنها، باد بهاری با بیقراری. شکوفه پرپر کند و لار پریشان، به هر طرف دست سبا گشت گل افشان. شکوفه می رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان غرغر گل می برد گوشم، نغمه مرغ چمن درد خاموشم.
ای شکوه خنده ی تو جلده ها دارد آن روی زیبا نظری سوی ما دارد لا 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 هم درود. درودی دیگر و درودی برتر، درودی که از دروت می آید. هزاران بار می توانیم بگوییم درود تن درستی برای شما، ولی راستشو بخواید سلام یک بار بسه، چون یعنی که با تو آشتی هم جنگ ندارم. تن درستی خواستن همه یه آشتی جویی ها درش هست، چون جنگی رو پیش نمیاره. کهن دیارا دیار یارا، دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم. درود بر زندیات نادرپور با کارهای بسیار ارزنده و میهن پرستانش و آن سرود قوم که در سال 1331 نوشت. خواستم یک چیز دیگه رو دربارش بگم. برنامه امروز میبینید که شاده و یه خورده راستش اندرزگونه برای اونهایی که دارن آب در هاون میکوبن و گمان میکنن میتوانند آنچه که راستی های ایرانه، آنچه که میتونه ایران رو به پیش ببره از میان بردارن، کوشش میکنن تاریخ سازی بکنن. نه، ما بز روی فرهنگمون، مدارای فرهنگی کوشش میکنیم که اندرزونه رفتار کنیم و امیدوارم کار را به جایی نرسانند که نه تنها آرش کمانگیر بیاید که کاوه هم بیاید و فریدون رو بر تخت استوارش جایگزین کنه. ما فریدون فراوان داریم، فریدون خرده، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، ز داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. در این چند دهه شما نشان دادید که فریدون نیستید. پس ما کاوه پند رو به میان آوردیم و آرش اندرز رو. ما خودم رو نمیگم، کسانی که در زمینه‌های فرهنگی کار میکنن، این کسایی که به نام استاد در دانشکده هاتون میبرید و ببخشید که میگم چرندیات میگوین، یعنی دیگه بیهوده گوییم اندازه داره، بیش از اندازه بیهوده میگن. حاضر نیستم نامشون رو ببرم چون نمیخوام بحث شخصی گفتگوی شخصی پیش بیارم. تا یک چیزی بگم، من با ناباوری شنیدم که سخن از این میاد که افتخارات ایران پس از آمدن تازیان، بفرمایید یورش تازیان است. من نمیدونم که کسایی چقدر سرشون زیر برف، واژه دیگه نمیخوام بگم که خودشونو به چی زدن، به کجا زدن. دوستان گرامی، بخشی از کارهای ایران رو برای آنهایی که چشمان نابینا داشتند و دستشون شاید میتونست بهشون یاری بده بر سنگ کندن. برید دست بزنید به سنگا، سنگ هایی که با کربن 14 بررسی شده و نشان داده که چند هزار ساله. بخشی کارها رو برای نمونه از شهر سوخته در آوردن. یک چشم دستساز از قیر و شیشه و سیم زر، سیم و زر، چشم دستساز مصنوعی پیرامون 3000 سال پیش، نوشته هایی در 2500 و چند صد سال پیش که نشون داده مردمان، چه زن چه مرد چه سیاه‌سفید، هر رنگی که ما اینجا داشتیم، از یک حقوق ویژه برخوردار بودن که هر کسی دیگه برخورداره و در برابر کاری که میگرفتن میکردن مزد میگرفتن. این پیشینه نه در سینه ها هست، نه در سرودهای فردوسی هست، نه در اوستا هست، نه در یشت ها هست، که بر سنگ هم هست. نمیبینید، نمیتوانید بخوانید، برید سنگ ها رو نگاه کنید و دست بزنید، لمس کنید که بدونید که پیش از آمدن تازیان ایران چه بوده است. ایران رو میگی، من یه پرسش از شما دارم، شما چه گلی به سر جهان زدید؟
نگاه کنید به مصر، ایران رو نمیگم، 6000 سال پیش یا 3000 سال پیش هم مومیایی میکرده، هم سر کارت پزشکی سر داشته، جراحی سر داشته. همه اینها با آمدن شما از میان رفت. من یه پرسش از شما دارم. شما میگید که افتخارات ایران پس از اسلامه؟ ببینم اینا ایرانی بودن که افتخار داشتن یا از جای دیگه اومده بودن؟ میتونید یه نمونه بگید از اون تازیان؟ همین زبان، خط کوفی آجوری زش رو ایرانیان نقطه گذاری کردن، زیر و زبر براش گذاشتن. کدوم افتخار؟ بزرگانی مانند بخاری و اینا هم که مال بخارا بودن، ایرانی بودن که پشتی ایران. همین هنها میدونن که سخنان من هم درباره ایران پشتی ایرانه. افغانستان و تاجکستان و ایران و سمرقند و بخارا و نمیدونم استانبول نداره. استانبول البته مال یونان بوده، دیار بکر و اینا. پس اگر باور کردید که یه همچی چیز هست، یه نمونه فردوسی بیارید، یه نمونه خیام بیارید. اونا که کوشش میکنن که خیام رو بگن الخیام، اون یکی ها که میان مولوی رو، مولوی بلخی رو میگن از اینجاست، اون یکی میاد میگه از اینجا. بابا باور کنید آب در کاون میخوبید. من دلم میسوزه که یک سری انسان اینجوری دارن وقتشون رو تلف میکنن. امیدوارم شاد و تندرست باشید. کوشش کردیم برنامه با شادی برگزار بشه. خجسته باد کریسمس، خجسته باد چله که جشن کهن ایران چند هزار سال پیش از کریسمس بیاد و ساخته بشه بر پایه همون میترائیسم و اینها، و سال نوی که به هر جشن میگیرن در همه جهان. خجسته باشه بر همتون با یک آهنگ شاد بومی ایرانی که بسیار در اون مایه خوشی هم داره و خودتون سر در میارید. برنامه رو به پایان میرسونم. بدرود با شما میگم و درودی دیگر رو خواستارم. شاد و تندرست باشید، خوش باشید، شاد باشید در کنار دوستان و بستگان و همه ی آن جایی که زندگی میکنید. موسم ساز که ما، وقت آباد که ما، اما جا شور و شرق، اما شهر بوریه چی دیاره، اما شهر بوریه چی دیاره. Oh, yeah.
Thank you.